خب سلام همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو جدید دیگه. من احمدرضا فلسفی هستم. امروز قرار هست بهتون آموزش لمس توپ بدم. خیلی پرسید آقا این مسی چجوری همچین لمس توپی داره. من امروز یه تمرینی خودم همیشه انجام میدم که فکر میکنم مسی هم همچین تمرینای انجام داده که میتونه. موین خب وسط صحبت بچه‌ای که اومدن تمرین کنن به من سلام میدن. هیچی اتفاق خاصی نیفتاد. خب داشتم چی میگفتم؟ موزه دستم برید. اینکه چطور ما میتونیم مثل مسی دریبلای تق تق وار بزنیم. اون چیزی که به ذهن من میرسه و شاید امثال مسی اینطور دریبلای خوب میتونه انجام بدن، حتما میتونه یه تمریناتی پشتش باشه که من چیزی که به ذهن من میرسه حالا با تجربه‌ای که من دارم میتونه این تمرین باشه که امروز من بهتون میدم. این تمرین بسیار بسیار مهمه، مخصوصا مسی که معمولا با یه پا معمولا دریبل میکنه. شما میتونید مثلا با پای ضعیف اصلی تو اول تمرین کنید و حتما بعدش با پای ضعیفتون هم تمرین داشته باشید. این تقش میگم اینجا یه تقه سرعت تقه، حالا حالت یه پا دو پا هم مقابل اتلتیکو مادرید سال 2009. ببین اینجا از سرعت استفاده کرد، تغییر مسیری که خوب داره با تقه که میزنه، تقه همراه با سرعت نشون میده سمت چپ. دقیقاً همون موقع که حریف میپیچه سمت راستش سریع جهتش رو عوض میکنه. دوباره ببینیم صحنه رو بکنیم تا پیچید تقهش رو زد. تقه 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 چهار تا تقه میکنی. تقه تقه من یه تمرین برای این تمرین ها یه تمرین برای این تقه ها من گذاشتم. یه سری مانع میشینید، مثلا به تعداد 6 تا مانع به فاصله 2 تا وجب پا به هم دیگه میچینید. برای تقه های ریز و 6 تا مانع میچینید برای تقه های یه مقدار بلند. مانع های ریز و بینش مثلا 1 قدم فاصله باشه، مانع های بلند 2 قدم الا 3 قدم فاصله داشته باشه. و اینو باید انقدر تمرین انجام بدید. اول به آرامی باید مجبوری تمرین بکنید. هر چیزی میخواید حرفه‌ای بشید باید اول آروم تمرینش کنید. آروم تمرین میکنیم، اصلا استپ به استپ یه مقدار ملکه ذهنتون شد، اون موقع است که میتونید سرعتتون رو زیاد بکنید. خب تمرین اول و مانع شماره 1، باید ما فقط بتونیم با پای راستمون با 2 ضرب مانع ها رو رد کنیم، با بیرون پا به سمت بیرون و با داخل پا به سمت داخل. باید بتونیم این 6 تا مانع رو رد کنیم. یعنی همینطوری یواش سرعت زیاد کنید و برسید به اون حد نهایتی که میتونید، یعنی نهایت این که دیگه تمام 100%تون رو برای مانع ها بذارید. و یه نکته خیلی مهمی که برای این حرکات هست، سرعتی زدن و صحیح زدنش، این خود به خود خودش بدنتون آماده میشه برای همین رد کردن های مانع بدون تاچ اضافه. برای مانع های کوچیکتر هر مانع 1 تاچ، یعنی 1 تاچ چپ 1 تاچ راست. برای مانع بزرگتر نهایت 2 الی 3 تاچ. هرچی تاچ مانع بزرگتر کم تر باشه سرعت شما روی اونا بیشتر میشه. و اگر این رو هر روز تمرین بکنید قطعاً این تقه ها رو در بازی میتونید راحت‌تر انجام بدید. اینجا شروع میکن سمت چپ راست چپ و شوت، یعنی تا جلوش باز باشه، یعنی حریف رو نابود میکنه حریف دفاع. مخصوصاً توی سرعت شما وقتی به سمت دروازه حرکت میکنه. یه پا دو پا استفاده دارم، یه پا دو پا تقه بدن داشتن تایمینگ و سرعت.
پس این نکاتیه که تا الان ما دیدیم مسی مسی هست. همین میگم اول از آروم شروع میکنید، مثلا 10 بار آروم میزنید، 10 تا دومی مقدار تون میشه، دیگه میرسید به 30-40-50 تا بستگی به توانتون داره توی اون روز، دیگه آخریا رو 100% توان میزه، ولی برای شروع حتما همیشه آروم تمرین کنید. به هر حال امیدوارم از این آموزش هم لذت ببرید و استفاده بکنید. بعضی پاش جدا نمیشه، یه چیپانند، یه تقه تقه، دو تا تقه، سه تا تقه، قشنگ اینجا نگاه کنید، نگاه کنید میره سمت چپ تا قشنگ طرف میاد برگره، همون موقع این نشون میده تایمینگه، همون تایمینگه من به شما دارم میگم که اینم بر اثر تمرین میاد. سه تا تقه، دو این تمرین بسیار مهمیه که خودم هم خیلی بهش علاقه دارم. نکنید یه دونه راست یه چپ، یه راست یه چپ همزمان که تاچ‌های منظمی باید بزنید، یعنی اون تاچی که میزنید باید قشنگ توپ رو حس کنید، نباید زیاد بره، نباید هم خیلی برید بیرون، یعنی به صورت چطور بگم فلو باید این حرکت رو بزنید. روی مانای بزرگتر هم همینطوره، یعنی فقط تمرین میکنید که دیگه به دستتون میاد. اسپانیول 2016 عجب، از این صحنه رو من یادمه، بین 8 تا 7 دفاع لایه نگاه، این تقه است، تقه تقه تقه، 4 تا لایه، یهو بدنش هم عوض میشه، جزه همین فنی، همه رو با هم، همه آپشن رو با هم جمع کنید میشه مسی. تقه ببین، تقه پوش هم نمی کنه، تقه میزنه، تقه یعنی ضربه میزنه. یادمون نره استایل خوب و فلو زدن بسیار مهم هست. بریم 3 2 خب الان وقتشه که همین تمرینات رو با ضربه زدن امتحان بکنیم. اول از همه چند تا ضربه بزنیم، ضرباتمون به سلاح گرم بشه و وقتی آماده بودیم میتونیم همین تمرینات رو به اضافه شوت به سمت دروازه انجام بدیم.
به دو صورت میشه ضربه زد، یا روی پا یا بغل پا به صورت فنی. بهتر از زاویه مخالف رو انتخاب بکنیم، همینطور میشه زاویه بسته رو هم انتخاب کرد. بهتر است به وسط ضربه نزنیم. طریقه شوت زدن رو هم من قبلا در ویدیوی مجزا آموزش دادم که لینکش رو حالا یه جا براتون میذارم یا دسکریپشن یا این بالا میتونید کلیک بکنید. این تمرینات کمک میکنه به شما نزدیک به شرایط بازی بشید و فقط شوت کردن خالی نیست، چون مجبورید حداقل 6 تا مانه رو رد کنید و در شرایطی که شرایط عادی نیست به توپ ضربه بزنید. به شما کمک میکنه ضربه زدن در نزدیک به شرایط بازی. I guess it's what I love most about our initiative, isn't just one thing. So much larger than that. I love this girl. Yeah, I love her. به هر حال امیدوارم از چت آموزش لذت برده باشید. تمرین ما اینجا تموم میشه و فراموش نکنید کانال من سابسکرایب بکنید، ویدیو رو حتما لایک بکنید تا من ویدیو بیشتر بذارم. اگر دوست دارید کلیپ بعدی که بهتون نشون بدم آموزش رو بذارم شوت بیرون پا، تعداد لایک های این ویدیو به 1000 برسه. اگه برسه من آموزش اون رو هم براتون میذارم. پس حتما فراموش نکنید ویدیو رو هم لایک کنید تا آموزش بعد، ویدیو بعد با احمد رضا فلسفی. خدا نگهدار.